ایکوتو هونگو به عنوان یک غیر مسلمان ژاپنی اطلاعات غذای حلال را برای مسلمانانی که به ژاپن سفر می‌کنند در اینستاگرام به اشتراک می‌گذارد تا این کشور را به گردشگران مسلمان معرفی کند. سفر ایکوتو به دنیای غذای حلال گزینه‌های مسلمان پسند در ژاپن در سال 2022 و در جریان برنامه یک ساله تبادل دانشجو در دانشگاه مالایا در کوالالامپور آغاز شد. او در برخورد با گروهی متنوع از دوستان مسلمان خود متوجه شد که یافتن غذای حلال در ژاپن اغلب برای مسافران مسلمان یک کار دلهره آور است. در آن زمان ایکوتو اطلاعات محدودی در مورد اسلام، غذای حلال و محدودیت‌های غذایی که مسلمانان رعایت می‌کنند داشت. ایکوتو برنامه‌های بزرگی برای آینده دارد. او قصد دارد کار خود را به سایر کشورهای غیر اسلامی گسترش دهد و غذای حلال و مکان‌های مناسب مسلمانان را ترویج دهد. باستانشناسان راز گور دست جمعی صدها کودک کشته شده با تیر در اسپانیا را کشف کردند که تاریخچه آن به 5000 سال قبل می‌رسد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از روزنامه دیلی استار، دانشمندان گفتند این گورستان که در سال 1991 کشف شد حاکی از وجود یک جنگ بزرگ بوده که قبلاً در طول تاریخ باستان شاهد آن نبوده ایم. دانشمندان گزارش دادند که اجساد مردان، زنان و کودکانی که از صدمات به سر و جراحات تیر کشته شدند در پناهگاه صخره‌ای در شهر لاگواردیا در شمال اسپانیا حدود 5000 سال پیش دفن شدند. برای سالها تصور می‌شد که کشف شواهدی از یک قتل عام در آن دوران باشد، اما تحلیل‌های جدید نشان می‌دهد که جنگ پیچیده و بزرگی وجود داشته است. مقام‌های مسئول در آستان مقدس علوی از آغاز بازسازی صحن امام حسین علیه السلام توسط نیروهای مهندسی و فنی این آستان خبر دادند. در همین راستا مصطفی محبوبه رئیس بخش فنی و مهندسی آستان علوی ضمن اعلام این خبر افزود صحن امام حسین علیه السلام با 6500 متر مربع از جمله اماکن مهم و اساسی برای استراحت زائران حرم مطهر امیرالمومنین علی علیه السلام است. لذا در این طرح تصمیم گرفته شده بخش‌های قدیمی این صحن به ویژه سقف آن باز شود. وزیر محیط زیست دولت محلی در دهلی نو گوپال رای استفاده از وسیله نقلیه را برای یک هفته به منظور جلوگیری از آلودگی هوا محدود می کند. بر اساس این قانون وسایل نقلیه با شماره های فرد اجازه دارند در تاریخ های فرد تردد کنند و به همین ترتیب وسایل نقلیه با شماره زوج نیز در روزهای متناوب مجاز به تردد در جاده ها خواهند بود. شایان ذکر است دهلی نو اغلب هر سال قبل از شروع زمستان در ماه نوامبر در میان شهرهای آلوده جهان قرار می‌گیرد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.6 ریشتر اندونزی را لرزاند. این زمین لرزه در کوپانگ در جزیره‌ای که بین قلمرو اندونزی در غرب و ایالت مستقل تیمور شرقی در شرق تقسیم شده به شدت احساس شده است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از فرانس پرس، آژانس ژئوفیزیک اندونزی شدت این زمین لرزه را 6.6 ریشتر اعلام کرد و افزوده که این زمین لرزه در عمق 36.1 کیلومتری در غرب جزیره تیمور در نزدیکی شهر کوپانگ رخ داده است. گفتنی است اندونزی به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در حلقه آتش اقیانوس آرام قرار دارد که قوس لرزه شدید به شمار می آید که از ژاپن تا آسیای جنوب شرقی امتداد دارد.
یک گروه چند ملیتی به سرپرستی فرانچسکا سانتورو، محققی در یولیش آلمان، زیست‌تراشه هوشمندی ساخته است که به طور مؤثر شبکیه چشم انسان را شبیه‌سازی می‌کند و فرصت‌های جدیدی را در حوزه بیو الکترونیک به وجود می‌آورد. سانتورو، استاد رابطه‌های نور الکترونیک در دانشگاه فنی راینیش وستفلیشه آخن توضیح می‌دهد: تراشه نیمه هادی عالی ما تشخیص می‌دهد که چه مقدار نور روی آن می‌تابد. این مشابه اتفاقی است که در چشم ما رخ می‌دهد. میزان نوری که به گیرنده‌های نوری منفرد برخورد می‌کند، در نهایت تصویر را در مغز می‌سازد. این زیست تراشه جدید مبتنی بر مولکول‌های حساس به نور و پلیمرهای رساناست که می‌تواند از آنها برای شبیه‌سازی مدارهای بینایی شبکی استفاده کرد. این تراشه در آینده می‌تواند همکاری بهتر میان ایمپلنت‌های شبکیه و بدن انسان را تسهیل کند. کمیسیون تماس با شخصیت‌های حکومت کنونی کابل اعلام کرد به شماری از مقامات نظامی و غیر نظامی پیشین این کشور کارت مسئولیت توزیع کرده است. احمد الله وسیق، سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانستان، چندی قبل به رسانه‌ها گفته بود 680 نفر از کشورهای مختلف افغانستان بازگشتند. وی تصریح کرده بود در میان افراد بازگشته به افغانستان، مقامات حکومت پیشین در سطح وزرا، معاونان و مقاماتی از ارگان‌های امنیتی و اطلاعاتی حضور داشتند.